دوستان آلایی سلام، خیلی خوش اومدیم به کلاس. جلسه دوممون هست توی پایه هشتم درس ریاضی. تو جلسه قبلی اومدیم اعداد صحیح رو گفتیم، ادامهش توی این جلسه قرار اعداد گویا رو بگیم و همون اعمالی که روی اعداد صحیح بررسی کردیم، جمع، ضرب، تفریق و تقسیم، همونا رو هم قرار روی اعداد گویا با هم دیگه بررسی کنیم. بریم این جلسه رو با هم دیگه ببینیم. خب بریم بچه ها اعداد گویا رو با هم دیگه بررسی کنیم. ما یه مجموع بزرگتر از اعداد صحیح داریم به اسم اعداد گویا. یعنی اگر من بخوام اعداد گویا، اعداد صحیح و اعداد طبیعی رو با هم دیگه بررسی کنم، اعداد طبیعی تو دل اعداد صحیحن و اعداد صحیح تو دل اعداد گویان. این عدد گویا یه مجموعه بزرگتری از اعداد صحیح هستن که به این صورت تعریف میشه. اگه بخوام یه تعریف کلی از اعداد گویا بهتون بدم، اعداد گویا اعدادی هستن که به صورت کسر آبیوم تعریف میشن، یعنی کسرن که هم صورت و هم مخرجشون عدد صحیحه. توی صورت و توی مخرج هم عدد صحیح دارن. اعداد صحیح رو براتون توضیح دادم چیه، با این تفاوت که مخرجم نمیتونه صفر باشه، یعنی صورتم هر عدد صحیحی میتونه باشه، منفی 5، مثبت 10، حتی صفر، ولی مخرجم باید یه عدد صحیح مخالف صفر باشه. چرا؟ چون عدد به روی صفر تعریف نمیشه. اگه من بخوام به صورت مجموعه نشون بدم، اعداد گویا رو با نماد کیو نمایش میدیم. کیو میشه کسرهای آبیوم که هم آ و هم بی عدد صحیح هستن و مخرجمون مخالف صفره. چرا گفتم هر عدد طبیعی و هر عدد صحیح یه عدد گویا؟ کافیه به اعداد صحیح هم یه دونه مخرج یک بدم. میدونم که مخرج یک دادن به کسر هیچ تفاوتی توی مقدار عددم ایجاد نمیشه، ولی به شکلی که اعداد گویا رو تعریف کردیم در میاد. صورتم بگفتم عدد صحیح، مخرجم که همیشه یک. پس هر عدد طبیعی و هر عدد گویا، یا هر عدد طبیعی و هر عدد صحیح عدد گویاست، ولی عکس این قضیه درست نیست. یعنی هر عدد گویایی ممکنه عدد صحیح نباشه، مثل 1/5، مثل 3/7، اینا عدد گویان ولی صحیح نیستن. خب قطعا صحیح نباشن، طبیعی هم نیستن. نکته دوم، هر عدد گویا رو من میتونم به صورت کسری بنویسم، ولی هر کس عدد گویا نیست. خیلی ها الان دچار یه تناقض شدن که چی شد؟ ما که بالا گفتیم کسر، الان چرا میگیم هر کسری گویا نیست؟ بچه من گفتم کسری گویاه که صورت و مخرجم عدد صحیح باشه، ولی اینجا رو ببینیم، رادیکال 2 تقسیم بر 3 کسر هست ولی عدد گویا نیست. چرا؟ چون توی تعریف عدد گویا گفتم صورت و مخرجم باید عدد صحیح باشن. آیا رادیکال 2 عدد صحیحه بچه ها؟ پس مسلمن رادیکال 2 به روی 3 عدد گویا نیست. اینو خیلی دقت کنیم، هر عدد گویا کسریه ولی هر کسری عدد گویا نیست. اینم مثالش. یه علامت داریم بچه ها توی اعداد گویا، ببینیم به این صورت. توی اعداد گویا علامت میتونه برای مخرج باشه، آ به روی منفی بی، میتونه برای صورت باشه، منفی آ به روی بی، یا میتونیم علامت رو به کسرمون بدیم، یعنی منفی آ به روی بی. در هر صورت این سه تا عبارت با هم دیگه برابرن، فرق نداره چه منفی صورت باشه، چه مخرج باشه و چه پشت کسر. یه نکته‌ای که برای اعداد مخلوط داریم اینجا مشخص میشه بچه‌ها. وقتی که میگیم مثبت آ بی سیوم، یعنی عدد مخلوط که قسمت صحیح هم آ، صورتم بی و مخرجم سیه، در واقع آ رو، مثبت آ رو به علاوه بی سی کردیم. تا
تو مثبت خیلی مشکلی نیست. تو منفی بچه‌ها، منفی رو خیلی دقت کنیم. وقتی که میگیم منفی آ بی سیوم، خیلی میگن خب منفی آ به علاوه بی سیوم. بچه‌ها این اشتباه ها. اولا میدونم که آ بی سیوم عدد مخلوط آ بی سیوم آ تا قسمت صحیح داره و یه قسمت بی سیوم داره. پس وقتی منفی میشه هم آمون منفیه و هم بی سیوم. اینو خیلی دقت کنید، منفی آ بی سیوم میشه منفی آ منهای بی سیوم. مثالشو ببینیم، تخته رو ببینیم بچه ها. مثلا مثبت 3 و 4/7 میشه مثبت 3 به علاوه 4/7. خب حالا یه مخرج مشترک بهش میدیم که جلوتر داریم جمع اینا رو. من فقط میخوام باز کنم عدد مخلوطمو. یا منفی 3 و 4/7 میشه منفی 3 به علاوه منفی 4/7 که اگه من بخوام این رو خلاصه کنم، مثبت رو در این منفی ضرب کنم میشه منفی 3، مثبت در منفی میشه منفی 4/7. همون چیزی که براتون روی LCD گفته بودم. بریم ببینیم ادامه این مطلب رو بچه روی LCD. خب یه معکوس اعداد گویا داریم که این کجا به دردمون میخوره. میریم جلوتر میبینیم که این معکوس چه ویژگی هایی داره و کجا ازش استفاده میشه. اولش من بگم اینو بچه، معکوس با قرینه خیلی فرق میکنه ها. این اشتباهی که من بارها و بارها سر کلاس دیدم، خیلی ها میگم معکوس، سری میرن علامت رو عوض میکنن. بچه اونی که علامت رو عوض میکرد قرینه است. معکوس یعنی جای صورت و مخرج رو هم دیگه عوض کنیم، علامت عوض نمیشه. مثلا معکوس 4/5 میشه 5/4، معکوس منفی 7/12 میشه منفی 12/7. علامت تغییر نمیکنه، فقط جای صورت و مخرج رو با هم دیگه عوض میکنیم. یه سری نکات داره. تنها عددی که معکوس نداره صفره. چرا؟ چون اگه من بخوام صفر رو معکوس کنم، کافیه یه مخرج یک بهش بدم، صفر یکم، جای صورت و مخرج رو هم عوض کنن، میشه 1/0. گفتیم عدد به روی صفر تعریف نمیشه. پس تنها عددی که معکوس نداره صفر. دو تا عدد داریم معکوساشون با خودشون برابرن، 1 و -1. چرا؟ به 1 چون عدد صحیحه، بخوام گویاش کنم یه مخرج یک میدم میشه 1/1. اگه جای صورت و مخرجم عوض کنم میشه 1/1 دیگه خودش. یا -1 مخرج 1 بهش میدم میشه -1/1. چون علامت عوض نمیشه میشه 1/1 علامت رو در نظر نگیرم. 1/1 هم که همون 1 دیگه، با علامت میشه -1. پس مثبت 1 و -1 تنها اعدادی هستن که معکوسشون با خودشون برابره. گفتیم علامت تغییر نمیکنه، علامت رو همینه. اگه یه عددی رو به تعداد زوج بار معکوس کنیم، 2 بار، 4 بار، 6 بار مضارب 2، معکوسش با خودش برابر میشه. اگه به تعداد فرد معکوس کنیم با معکوس عدد برابر میشه، که اینم که حالا میتونیم یه مشابهتی بین اینو قرینه پیدا کنیم. گفتیم عددی رو اگر به تعداد زوج بار قرینه کنیم میشه خودش، پس زوج بارم معکوس کنیم میشه خودش. اگه به تعداد زوج فرد بار قرینه می کردیم میشد قرینه. اینجا هم اگر به تعداد فرد بار معکوس کنیم میشه معکوس. معکوس آبیوم هم که میشه بیوم. فقط یه دقیقه یه نکته بهتون بگم بچه ها، اگه بخوام یه عدد مخلوط رو من معکوس کنم، اول باید عدد مخلوط همون به کس تبدیل کنم و بعد معکوسش کنم. اینو دقت کنید، اشتباها نیاد بچه. مثالش من براتون بزنم، ببینیم مثال رو. مثلا من میخوام معکوس 3 و 2/5 رو حساب کنم. خیلی ها اشتباهی که میکنن
اشتباهن، خب میگن معکوس 3 میشه 1/3، معکوس 2/5 هم میشه 5/2. این اشتباه رو بچه شما انجام ندین. برای معکوس کردن اعداد مخلوط اولش میایم عدد مخلوط رو به کس تبدیل میکنیم، یعنی 3/5 میشه 15 تا با 2 تا 17/5. پس معکوس 17/5 میشه 5/17. 5/17 با 5/6 خیلی متفاوته. پس اینو تو ذهنتون باشه. جلوتر هم میگم این معکوس رو، معکوس ضرب و تقسیم برای اعداد مختلف باید به کس تبدیل کنه. توی مثالهای بعدی اومد چون من بهتون میگم. بریم LCD رو ببینیم. بچه حاصل ضرب هر عدد تو معکوسش میشه 1. خب واضحه، کافیه وقتی ضرب کنیم، چون عدد جای صورت و مخرج با هم دیگه عوض شدن، عدد رو که در معکوسش ضرب کنیم صورت کسر اول هم با مخرج کسر دوم یکیه دیگه، اینا با هم دیگه ساده میشن. جمع و تفریق رو داریم برای اعداد گویا، همون بچه ها همون مسائلی که ما برای اعداد صحیح داشتیم. توی اعداد صحیح جمع و تفریق داشتیم که روی محور چه به صورت جدای از محور. ضرب و تقسیم رو هم داریم، همونا رو ما میایم برای اعداد گویامون هم تعریف میکنیم. یعنی ما جمع داشتیم دیگه، توی جمع گفتیم اگه دو تا عدد هم علامت بودن با هم دیگه جمع میکردیم، علامتش هم مشخص میکردیم، حالا توضیحاتشو دادیم قبلا. توی جمع و تفریق هم به همین صورت، منتها با این تفاوت که توی اعداد گویا جمع و تفریق کردن به مخرج مشترک احتیاج داریم. الان 3/4 منهای 5/4 مخرج ها با هم دیگه برابره، مخرج رو می نویسم، صورت ها رو اینجا چون منها شده از هم دیگه کم می کنم. یا مثال بعدی 10 10 10، مخرج ها همه با هم دیگه برابره، یکی از مخرج ها رو می نویسم، صورت ها 4 و 3، منهای 5، و در نهایت تا اونجایی که امکان داره سادهش میکنم میشه 1/5. 5/7 منهای منفی 4/7 به علاوه منفی 2/7، مخرج ها همه 7، علامت 5 مثبته، علامت 4 منفی در منفی میشه مثبت، علامت 2 مثبت در منفی میشه منفی، 5 به علاوه 4 منهای 2 7/7 که میشه 1. این خیلی ساده است. جایی که باید خیلی دقت بیشتری کنیم زمانیه که مخرج ها با همدیگه برابر نیستن. 5/10 منهای 4/5، 5/9 منهای 1/3، 7/8 منهای 4/5، 3/7 منهای 2/5 به علاوه 1/2. بچه تخته رو ببینید، من اینا رو یکی یکی براتون توضیح، اینا رو ببینیم. -5/10 منهای 4/5، مخرج ها با هم دیگه برابر نیستن. توی این حالت مخرج مشترکمون میشه -5/10. -5/10 میشه 10. پس مخرج مشترک من میشه همون 10. مخرجمو 10 میذارم. کسر اول رو من اگه با اینجا مقایسه کنم، مخرجا با هم دیگه برابره، پس صورت هم همون میشه، میشه -5. توی کسر دومم مخرج 5 شده مخرج 10، یعنی ضرب در 2 شده، پس صورتش هم ضرب در 2 میکنم. 4/2 میشه 8. یه کسر، دو تا کسر با مخرج های نابرابر به کسر های با مخرج های برابر تبدیل شدن. شبیه حالت قبلی، -5 رو اگه با 8 جمع کنم میشه 3. مثال بعدی 7/8 منهای 4/5، مخرج ها با هم دیگه برابر نیستن، کافیه که میمیم 5/8 رو به دست بیارم. میدونم که میمیم 5/8 میشه 40، پس مخرج هر دوتا کسرم رو به 40 میرسونم.
بیایم تغییرات رو توی صورتم اعمال کنم. وقتی مخرج من ضرب در 5 شده، یعنی 8 و ضرب در 5 کردم شده 40، صورتش هم باید ضرب در 5 کنم، کسرهای برابر، 7 5 میشه 35. مخرجم ضرب در 8 شده، صورتم هم ضرب در 8 میکنم، 4 8 تا 32 تا 35 منهای 32 میشه 3. یا آخرین مثالم 3 هفتم منهای 2 پنجم به علاوه 1 دوم. 3 تا کس دارم، با 3 تا مخرج 7 5 و 2 کافیه من بیام مخرج مشترک بگیرم بین 7 و 5 و 2. گفتیم مخرج مشترک بچه چی میشد؟ کمیمیم 7 و 5 و 2. کمیمیم 7 و 5 و 2 میشه 70. از کجا اومد؟ فصل 7 پایه 7تون، چون اعداد نسبت به هم دیگه اولا کمیمی میشه حاصل ضربشون، مخرج میشه 70. ضرب در 10 شده، اینم ضرب در 10 میشه 3 10 تا 30 تا. ضرب در 14 شده، ضرب در 14 میشه با علامت منفیش منفی 28. ضرب در 35 شده، صورتش هم در 35 ضرب میکنم، به علاوه 35 میشه 37 70. دیگه از این ساده ترم نمیشه. پس دقت کنیم اگه کسر مخرجا با هم دیگه برابر نبود باید مخرج مشترک بگیریم. ببینیم بچه ها ادامه کار رو از LCD ببینیم. همه این مثال ها رو اینجا داریم که با هم دیگه بررسیشون کردیم. حرکت روی بردار رو داریم بچه ها، روی محور رو داریم، دقیقا همون کاری که توی اعداد صحیح میکردیم. گفتیم توی اعداد صحیح حرکت به سمت راست میشد مثبت، اینجا هم همونه، به سمت چپ میشد منفی، اینجا هم همونه، با این تفاوت که اینجا ما با اعداد کسری در ارتباطیم، اعداد گویا در ارتباطیم. فرقش چی میشه؟ کافیه واحدهامون رو به تعداد مخرج تقسیم کنیم. 5 سوم، 13 سوم، مخرج ها 3 هن. بین 0 تا 1 به 3 قسمت تقسیم میشه، 1 تا 2 به 3 قسمت. هر واحدم رو بچه من به 3 قسمت تقسیم میکنم. منفی 5 سوم میام سمت چپ، مثبت 13 سوم از ادامه 13 تا میرم سمت راست، 13 تا واحد کوچیکی که من تقسیم کردم، و در نهایت جواب رو مینویسم. یا مثال بعدی 3 چهارم منهای مثبت 13 چهارم، کافیه مخرجم رو که 4، هر واحدم رو به 4 قسمت تقسیم کنم، 3 تا برم جلو و در انتها 13 تا برگردم عقب که اینجا هم داریم. و اما ضرب و تقسیم، خیلی ساده است بچه، ضرب و تقسیم خیلی ساده تر از جمع و تفریقه. توی ضرب و تقسیم کافیه قبلش بچه ما ساده کنیم صورت و مخرج رو تا جایی که امکان هست با هم دیگه ساده کنیم. مثالش رو بچه ها من رو تخته براتون می نویسم. ببینید اینجا رو بچه ها، منفی 3 دوازده هم ضرب در منفی منفی 15 نهم. خب اولا علامت رو ضرب میکنم، منفی در منفی در منفی، 3 تا منفی دارم تعدادش فرد میشه منفی. دیگه به علامت هم کاری ندارم، ساده میکنم. 12 و 3 رو هم دیگه ساده میکنم، این میشه 1 این میشه 4. 15 و 9 رو هم دیگه ساده میکنم، به 3 میشه 3 این یکی میشه 5. دیگه ساده تر نمیشه. بعد از اینکه ساده کردم صورت رو در صورت ضرب میکنم، مخرج رو در مخرج، یه 5 تا 5 تا 4 3 تا 12 به همین سادگی. یا مثال بعدی روی LCD ببینید بچه ها، منفی 10 هشتم ضرب در منفی 12 15. علامت ها رو در هم دیگه ضرب میکنم، 8 و 12 با هم دیگه ساده میشن، 10 و 15 با هم دیگه ساده میشن، در نهایت 3 و 3 هم که باقی موندن با هم دیگه
ساده میشن. به طور کلی توی ضرب صورت در صورت، مخرج در مخرج. آ ضرب در سی، بی ضرب در دی. تقسیم هم به همین صورت با یه تفاوت. یکی از کاربردهای معکوس بچه اینجاست، یعنی اگه من بخوام تقسیم رو انجام بدم، منفی 5 چهاردهم تقسیم بر 15 هفتم، کافیه کسر اولمو بنویسم، تقسیم رو به ضرب تبدیلش کنم، کسر دومو معکوس کنم و همون ضرب رو انجام بدم، یعنی بشه منفی 5 چهاردهم ضرب در 7 15. حالا ساده میکنم صورت و مخرج رو با هم دیگه و در نهایت به جواب میرسم. فقط یه نکته بچه‌ها، یه نکته خیلی مهم که توی اعداد مخلوطه، اونجا هم بهتون گفتم بچه توی اعداد مخلوط توی ضرب و تقسیم شما حتما قبل از اینکه کاری انجام بدیم عدد مخلوطمون رو به کسر تبدیل کنید. همین، بقیهش همون روشی که اینجا من براتون توضیح دادم. اولویت ها رو داریم بچه ها توی اعداد گویا محاسباتمون، همون اولویت هایی که توی اعداد صحیح داشتیم بچه ها توی اعداد گویا هم داریم. گفتیم اولین اولویتمون پرانتزه، پرانتز کروش است، توان و رادیکاله، ضرب و تقسیم و جمع و تفریق. اینجا هم همینه، هیچ فرقی ندارن با هم دیگه. ببینیم منفی 1/3 منهای 2 و 3/4 به علاوه 5 و 6/7 عدد مخلوط رو بچه ها من به کسر تبدیل میکنم، پرانتز اولم رو جمع و تفریق دیگه، میشه 5/3. کاری به ضرب ندارم. پرانتز دوم سادهش میکنم میشه منفی 1/6 ضرب انجام میدم. یا مثال بعدی، جمع دارم ضرب هم دارم، اولویت دارم اولین اولویتم ضرب، عدد مخلوطم بچه ها به کسر تبدیلش میکنم، ضرب رو انجام میدم و بعد 2/3 رو باهاش جمع میکنم که در نهایت به منفی 5/24 میرسم. خب بچه ها همگی خسته نباشین، جلسه دوم از فصل اولمون هم تموم شد. خدا نگهدار شما.